خب ببینید دای عزیز، تصاویر با هم تماشا کردیم. اینتر میلان توانست یوونتوس را شکست بده 2-1. ایکاردی درخشش خوبی داشت. همچنان نتایج دیگر براتون میخوام. ناپولی 3-1 بولونیا را از پیش روی برداشت. آسه میلان هم 1-0 سمدوریا را شکست داد. فیورنتینا 1-0 آسه روم را شکست داد. در بخش آخر برنامه قرار دادیم براتون زندگی نامی نادیه ندیم، بازیکن مهاجر افغان که در تیم بر کشور دنمارک بازی میکنه و همچنان در دو لیگ معتبر کشور دنمارک هم بازی کرده. یک بازیش هم براتون در نظر گرفتیم که در این بازی هتریک کرده نادیه ندیم. تصاویر با هم تماشا کنیم. من هم از حضورتان مرخص میشم تا هفته بعدی که در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم. بدرود. نادیه ندیم از کمپ مهاجرین تا تیم ملی بانوان دنمارک. نادیه ندیم دختر مهاجر از افغانستان بود که حالا در یکی از مشهورترین تیم‌های فوتبال جهان بازی می‌کند. او در کودکی با خانواده‌اش به دنمارک مهاجر شد و به فوتبالیست مشهور مبدل گردید و حالا یک الگو برای دیگر زنان است. نادیه فوتبال را در زمین‌های خاکی کابل با خواهرانش آغاز کرد. پدرش بعد از کار دخترانش را به میدان می‌برد و با آنها فوتبال بازی می‌کرد. تا اینکه طالبان آمدند و زنان دیگر اجازه بیرون شدن بدون مرد رفتن به مکتب و حق فوتبال بازی کردن را نداشتند. روز پدر نادیه را بردند که به گفته خودشان با یکی از فرماندهان طالبان ملاقات داشته باشد، اما پدرش دیگر بر نگشت. بعدها خانوادهش فهمید که وی کشته شده است. نادیه میگوید بیشتر خاطره هایی که از افغانستان دارم زیبا هستند، بجز آن شب پرغوغا که چنین اتفاقی افتاد و طالبان پدرم را بردند. فوتبال در زندگی نادیه یک عنصر سازنده است. او در ابتدا فوتبال را از پدرش آموخت، یک جنرال اردوی افغانستان که به صورت غمناکی به قتل رسید. بازی فوتبال با پدر بعدها وقتی که در اردوگاه پناهندگان در دنمارک بود برای او معنای خاصی پیدا کرد. رفته رفته او پیراهن تیم ملی فوتبال زنان دنمارک را پوشید. حالا زمان ساختن شخصیت ورزشی این زن افغان در تیم پورتلند اوریگن آمریکا است، جایی که هزاران کیلومتر از افغانستان، جایی که برای اولین بار پا به توپ شد، فاصله دارد. او پس از دو دوری که در نیوجرسی برای تیم فوتبال اف سی اسکای بلو بازی کرده بود، حالا برای تیم پورتلند بازی می کند. این بازیکن 28 ساله دنمارکی با اصالت افغانی در دانشگاه طب درس می خواند و سال آخرش را سپری می نماید. همین که نادیه از کمپ مهاجران به تیم فوتبال محلی را یافت، به سرعت رشد کرد و وارد تیم ملی شد. اما او تا 18 سالگیش، زمانی که شهروند دنمارک شد، اجازه نداشت در بازی های رسمی شرکت کند. برای اولین بار او در سال 2009 در لیگ آلگارو مقابل تیم ملی فوتبال زنان آمریکا وارد میدان شد. نادیه گفت من حتی آماده نبودم. یکی از بازیکنان ما در دقیقه 15 دچار مصدومیت شد و به من گفتند نادیه برو به میدان و بازی کن. او در سال 2014 پس از 6 بازی برای اسکای بلو و تیم دنمارکی فورتونا، پس از به ثمر رساندن 6 گل ملی به تیم آمریکایی پورتلند پیوست. Nadia Nadim gets loose, blasting it over the top and in! Nadia Nadim!